شب یلدا برای عده‌ای خوشایند است، خوشیمن است، برای عده‌ای پیامی ندارد جز تکرار همان فشارهای شبها و روزهای گذشته. در شبهای یلدا، در طول عمرتون یا در شنیدنی هاتون میگن میشستن دور هم فامیل خانواده و خوشبش میکردن، گپ میزدن و خوشگذرانی میکردن، این شب رو پاس میداشتن به عنوان بلندترین شب سال. الان اون صفا و صمیمیت رفته، در کانون خانواده قهر و دشمنی و کینه و سوء ظن و سوء تفاهم و سوء برداشت و جدایی و اینا همه شب یلدای باقی نمیگذره. در اقوام هم همینطور، اقوام به علل مختلف از هم جدا هستند، به هم بدبین هستند، موضع‌گیری خصمانه میکنند، سنگربندی میکنند و هر کدوم برای خودشون منافعی دارن که فکر میکنن این منافع به دست اون یکی سلب شده، از بین رفته. توی زندگی خانوادم که وقتی وارد میشید، یه خانواده چند نفره هر کدوم مشغولن با کامپیوتر خودشون یا لپتاپ خودشون یا گوشیاشون، اون گرد همایی که مودت بار باشه وجود نداره. تمام اینها به خاطر این است که تمدن برای بشر خوشبختی نیاورد. هرچه جلوتر میریم، تمدن به جای اینکه راحتی رو برای بشر بیشتر کنه، به خاطر پیشرفت علم و صنعت و تکنیک راحتی ها رو سلب میکنه. ورود به اینترنت، ورود به فضای مجازی مجال نمیده، اجازه نمیده که خانواده پیوستشون رو محکم کنه. بعد هم کم کم راه ها عوض میشه، هر کس دنبال یک طرف مجازی است که با او پیوند بزنه. یعنی خانواده سقوط کرده زیر سایه پیشرفت علم. انصاف و انسانیت و وجدان و لطافت و مروت گذشت. اینها پیام شب یلداست. دور هم جمع بشیم، دلها رو یکی کنیم، غبار روبی کنیم از دل و قلبها رو به همدیگه متصل کنیم، با امید اینکه در هیچ خانه‌ای درگیری و دعوا نباشه، در هیچ اجتماعی جنگ و ناامنی نباشه و مجموعاً در بین بشریت جز دوستی و از خود گذشتگی و ایثار چیزی دیده نشه. خدا نگهدار.